سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. ارلینگ هالند ستاره منچستر سیتی به خاطر مسخره کردن بن گادفری مورد توجه بسیاری قرار گرفت. پاریس سن ژرمن در آغاز سال 2023 به مصاف لانس رفت و با نتیجه 3-1 شکست خورد که نخستین شکست تیم در فصل جاری لیگ فرانسه به شمار می آید. باشگاه النصر عربستان بعد از کریستیانو رونالدو این بار با انگولو کانته ستاره فرانسوی چلسی به توافق رسید. هالند در جریان دیدار منچستر سیتی برابر اورتون نیز بار دیگر ستاره تیمش بود و موفق شد تا گل این تیم را در این بازی که با تساوی 1-1 به پایان رسید به ثمر برساند. شاید بسیاری انتظار داشتند که گلزنی او در دقیقه 27 به این معنا باشد که این بازی آسان برای سیتی و این بازیکن است، اما شرایط به شکل دیگر پیش رفت. اتفاقاتی که در جریان این بازی رخ داد باعث شد که این مهاجم نروژی بسیار عصبی شود و در نهایت حتی تکل روی مایکل وینکو زد ممکن بود به اخراج او از زمین بازی منجر شود که داور تنها به یک کارت زرد اکتفا کرد. شاید از نظر بسیاری انجام خطاهای متعدد روی او طبیعی باشد چون هیچ راه دیگر برای متوقف کردن این بازیکن به نظر نمی رسد و بازیکنان حریف چاره جز انجام این کار ندارند، اما خطاهای متعدد گادفری روی او با واکنش جالب روبرو شد. در تصاویر جالبی که از هالند منتشر شده مشخص است که سعی در مسخره کردن گادفری دارد و کلمات را نیز خطاب به او بیان می کند که همراه با حالت چهره عجیبش باعث تعجب این بازیکن اورتون هم می شود. این رفتار هالند با شخصیت آرام و متمرکزی که همیشه در چند فصل اخیر در ترکیب دورتموند و منچستر سیتی از او دیده شده بود تفاوت بسیار داشت و شاید همین موضوع بود که توجه بسیاری از فوتبال دوستان و رسانه ها را به خودش جلب کرد. اتفاقی که با توجه به درخشش خارق العاده و قدرت گلزنی مهار ناپذیری او در چند ماهی اخیر در لیگ برتر انگلیس شاید از این به بعد به افزایش خطاها روی او بیشتر شاهد آن باشیم. بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی با به اشتراک گذاشتن تصاویر مربوط به این صحنه مدعی شدند که این اتفاق برای آنها بسیار جالب و خنده‌دار بوده است. یکی از آنها نوشت: فوتبال بسیار بهتر است وقتی که بازیکنان شخصیت خاص خودشان را دارند. تماشای این بازی واقعا خوب بود. کاربر دیگر اظهار داشت: نمیتوانم دست از تماشای این صحنه بردارم. واقعا دوست دارم بدانم او چی حرف زده است. در نهایت روند که اورتون برای برهم زدن تمرکز سیتی و هالند به کار گرفت جواب داد و آنها موفق شدند از این بازی یک امتیاز کسب کنند. بیایید یک بار دیگر و کم دقیق‌تر این تصاویر را مرور کنیم. پاریس سن ژرمن در حساس ترین هفته 17 رقابت های لیگ فرانسه به مصاف تیم شگفتی ساز لانس رفت. این بازی که تقابل تیم نخست و دوم جدول رده بندی بود با پیروزی تیم دوم به پایان رسید. لانس که میزبان این بازی بود عملکرد بسیار خوب برابر پاریس سن ژرمن داشت و توانست با نتیجه 3-1 به پیروزی دست پیدا کند تا هم جایگاه خود را در رده دوم جدول رده بندی مستحکم تر کند و هم نخستین شکست پاریس سن ژرمن را در فصل جاری رقم زند. پاریس سن ژرمن در این بازی نیمار و میسی را در اختیار نداشت، اما امباپه برای تیم بازی کرد. در گل تیم پاریسی را ایکیتیکی به ثمر رساند. پاریس سن ژرمن با وجود شکست در این بازی با 44 امتیاز رده نخست جدول رده بندی باقی ماند. این در حال است که لانس با 40 امتیاز رده دوم قرار دارد. گالتیه سرمربی پاریس سن ژرمن در نشست خبری بعد از بازی با انتقاد از عملکرد شاگردانش پرداخت و لانس را شایسته پیروزی در این بازی دانست. او گفت: برایم سخت است که نمایش تیمم را در این بازی توضیح دهم، چرا که اصلا تیم در میدان نبود. لانس بازی بسیار خوب را به نمایش گذاشت و با شایستگی به پیروزی دست پیدا کرد. تیم حریف در ضد حملات بسیار قدرتمند نشان داد و ما به خاطر این نقطه قوت حریف بازنده شدیم. سرمربی پاریس سن ژرمن ادامه داد: بازیکنان به طرز عجیب عقب نشستند و هماهنگی و توازن لازم را در میدان نداشتیم. با وجود آن که زود به گل رسیدیم، اما عقب نشستیم و حریف توانست به خوبی ما را اذیت کند. فضای زیاد در اختیار بازیکنان حریف قرار دادیم و در خط دفاعی شباهات بد داشتیم. به طرز عجیب توپ را از دست میدادیم. بازیکنان پاریس سن ژرمن در سطح خود نبودند. مارکینیوش مدافع با تجربه پاریس سن ژرمن بعد از شکست تیمش در این بازی گفت: به نظرم لان شایستگی بیشتر برای پیروزی در این بازی سخت داشت. هر دو تیم فرصت های خوب را روی دروازه ها خلق کردند که تیم حریف بهتر استفاده کرد.
مارکینیوش ادامه داد. می توانستیم در این بازی بازنده نباشیم، اما از فرصت های خود به خوبی استفاده نکردیم. این در حال است که حریف در ضد حملات بسیار خوب بود و در نهایت هم پیروز شد. مارکینیوش درباره غیبت نیمار و میسی در این بازی گفت. به هر حال میسی و نیمار بازیکنان سرنوشت ساز هستند و جای خالی آنها را حس کردیم. البته ما نشان دادیم که بدون آنها هم به پیروزی میرسیم. با نقل از رنگو اسپورت، باشگاه النصر عربستان به دنبال خریدهای بزرگ در فصل نقل انتقالات زمستانی است. این باشگاه عربستانی که پیش از این توانست با پیشنهاد وسواس انگیز کریستیانو را جذب کند، دست بردار نیست و این بار با انگولو کانته به توافق دست پیدا کرده است. کانته از بهترین هافبک های لیگ برتر انگلیس در چند سال اخیر بوده است، هرچند که او به خاطر آسیب دیدگی بازی های زیاد را در فصل جاری از دست داد و حتی در جام جهانی هم نتوانست به میدان برود. قرارداد کانته با چلسی در حال پایان یافتن است. از بارسا و پاریس سن ژرمن هم به عنوان دیگر مشتریان کانته سخن به میان می آمد، اما ظاهرا او هم قرار است راهی لیگ عربستان شود تا با کریستیانو رونالدو هم بازی شود. النصر در فصل جاری لیگ عربستان با هدایت رودی گارسای فرانسوی عملکرد خوب از خود نشان داده است و در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد. النصر با این ستاره های بزرگی که جذب می کند قطعا به یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا تبدیل خواهد شد. این روزها شنیده می شود کریستیانو رونالدو قصد دارد یک بازیکن شناخته شده دیگر را هم با خود به عربستان ببرد. از کوارشیما و مارسلو به عنوان گزینه های جدی این تیم نام برده می شود که البته هنوز همه چیز در حد شایعات فضای مجازی است. از سوی دیگر سرخو بوسکس و سرخو راموس، دو کاپیتان اسپانیا در جام های جهانی اخیر به عنوان خریدهای احتمالی النصر نام برده می شود که این تیم را به پرستاره ترین تیم آسیا تبدیل خواهد کرد. راموس تا پایان فصل تحت قرارداد پی اس جی است و بوسکس هم به زودی به پایان قرارداد با بارسا خواهد رسید و النصر فرصت بسیار خوب دارد تا این دو بازیکن را به خدمت بیاورد. در عربستان سعودی سرخو راموس را بازیکن استراتژیک میداند. در سطح پایینتر نسبت به کریستیانو رونالدو، اما با کیفیت کافی میتواند مرجع بزرگ دیگر برای رشد فوتبال عربستان باشد. اگر ورود CR7 یک موضوع دولتی بوده است، راموس نیز به آن نزدیک است. این مدافع قصد ندارد پس از پایان قراردادش با PSG در 3 جون به دوران ورزشی خود پایان دهد. او ابتدا به صحبت‌های تیم فرانسوی و البته به بقیه پیشنهادات گوش خواهد داد، اما از قبل میداند که النصر برای توافق با او حاضر است یک پیشنهاد مالی مهم را دهد. استراتژی النصر تقویت تدریجی تیم و بالا بردن سطح تیم با بازیکنان با کیفیت است. همچنین واضح است که این کشور عربستانی برای برگزاری مسابقات جام جهانی در سال 2030 یا 2034 برنامه‌ریزی می‌کند. در واقع به نظر می‌رسد که در توافق با کریستیانو رونالدو این موضوع نیز تاثیرگذار بوده است. زردپوشان ریاض اما همین حالا هم تیم پرستاره هستند. عبدالله مادوف، سلطان الغنا و محمد غریب 3 بازیکن عربستانی این تیم هستند و 8 بازیکن دیگر به احتمال فراوان خارجی خواهند بود. در خط دروازه داوید اوسپینا حضور دارد که دوران نسبتاً طولانی بازی در جمع توپچی‌های لندن را سپری کرده و پشت سرش گونزالس و کنان مدافع سایلهاچ حضور خواهند داشت. در خط هافبک مارتینز آرژانتینی حضور دارد و لوئیس گوستاوو به همراه تالیشکا نیز بازی می‌کند. گوستاوو پیش از این پیراهن بایر مونیخ را بر تن داشت و تالیشکا هم در بشکتاش حضور داشت و در چین هم مدت کوتاه فوتبال بازی کرد. با حضور ویسنت ابوبکر و کریستیانو رونالدو در خط حمله النصر با ارزش 69.4 میلیون یورو با ارزش‌ترین تیم آسیایی نیز خواهد بود. باید دید در نهایت سرنوشت پرستاره‌ترین تیم آسیا چه خواهد شد و آیا النصر در نیم فصل دوم میتواند بالاتر از الشباب قهرمان عربستان شود یا خیر. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.